بسم الله الرحمن الرحیم. از حسن نظر و بلند نظری شما و بند نوازی شما و زر پروری شما و سرکاران محترم جناب آقای رهنورد و جناب آقای سلیمانی بروجردی بسیار سپاسگزارم. بنده قابل نیستم و زمان آقای بروجردی رو که درک نکردم، اما مطالبی در بیت ما نسبت به آقای بروجردی گفته شده و شنیده شده که اونها رو خدمتتون عرض میکنه. یکی این که مرحوم پدر ما نخستین کسی بود که هنگام ورود آیت الله بروجردی به قم در استقبال از ایشان شعر سرود و آن را در مجلس استقبال آقا خواند و مورد تقدیر و تشویق حضار قرار گرفت، که این شعر در کتاب‌های مختلف مثل کتاب آقای دوانی و مثل کتاب آقای علوی بروجردی این شعر آمده. و پس از آن هم مرحوم پدر من اشعار متعدد در مدح آیت الله بروجردی سرود و سپس پس از وفات ایشان در وفات و چهلم و سال ایشون قصائد متعدد سروده. من یک وقتی پیشنهاد کردم اشعار مرحوم پدرم درباره آقای بروجردی یک جزوه میشه، یک جزوه شاید مثلا 20 صفحه‌ای 40 صفحه‌ای میشه، حالا با کم و زیادش. یکی این که مرحوم پدرم نهج البلاغه منظوم خود را در زمان آیت الله العظمای بروجردی شروع به تدوین و تنظیم و چاپ آن نمود و چاپ اول آن را هم به آیت الله بروجردی پیشکش و اهدا نموده است که چاپ شده. مرحوم عموی ما مرحوم حاج شیخ مرتضی انصاری یه مطلبی در اون زمان روی داد در قم، و آن این که همزمان با آیت الله بروجردی مرحوم آیت الله حاج حسین قمی هم به مرجعیت رسیده بودند و قمی ها مروج و معرف حاج حسین قمی بودند. یک عده که اصلا هجرت کردند از قم رفتند کربلا و دور حاج حسین قمی رو گرفتند، مثل حاج احمد روحانی و آشخ عبدالرحیم قمی و یک عده از قمی ها برای تأیید و ترویج ایشون پا شدن رفتن کربلا و از کربلا هم رفتن نجف. اون قمی ها هم که در قم مروج ایشون بودن، مثل مرحوم حاج انصاری و مثل مرحوم بله بیش از همه حاج انصاری اینطور بود، و در زمانی که آقای بروجردی وارد قم شده بود با این حال ایشون از حاج حسین قمی ترویج میکرد. همانطور که میدانید یک دفعه آقای حاج حسین فوت کرد و این مروجین مرحوم حاج حسین قمی یک دفعه خانه نشین شدند، یک دفعه از اون ابهتی که داشتن و به پشتوانه مرجعیت آیت الله قمی مجالسشون رونق داشت، یک دفعه آقای قمی که فوت کرد و اینها هم دیگه بی پشت و پناه شدن و خانه نشین شدن. مرحوم آقای حاج آقا مصطفی صفایی خونسالی به من میفرمود که یک وقتی آقای بروجردی به من فرمودن که فردا صبح بیا با هم میخواییم بریم تا جایی. من هم ساعت 7:30 صبح اومدم و دیدم درشکه آماده است و با آقا سوار شدیم و راه افتادیم رفتیم طرف خانه مرحوم حاج انصاری در کوچه پس کوچه های باغ پنبه که الان اون خونه جزء میراث فرهنگی ثبت شده. میگه تو اون کوچه پس کوچه های تنگ و ایام زمستان پر گل و لای،
رفتیم و تا رسیدیم در خانه آقای حاج انصاری در زدیم و صبح ساعت مثلا 8:30 صبح آقای حاج انصاری با لباس داخل خانه، نمیدونست که پشت در کیه، آمد با همون پیراهن و زیر شلوار و عرقچین، یک دفعه دید که آقای بروجردی دم در ایستاده. آقای بروجردی خودشون تشریف آوردن دم در، میگفت ایشون افتاد که پای آقا رو ببوسه. آقای بروجردی ایشون رو بلند کرد و فرمودن که ما خودمون آمدیم از شما دعوت کنیم که در منزل ما منبر تشریف ببرید و ما اومدیم که دیگه خودمون از شما دعوت رسمی کرده باشیم. و ایشون از خانه بیرون آورد و به عنوان منبری رسمی خانه آقای بروجردی، بیت آقای بروجردی دیگه معرفی شد. از جمله یک وقتی آقای حاج انصاری در ماه رمضان در مسجد ارک تهران منبر می رفت، شبی شنید، روزی بهش خبر دادن که دیشب در کاخ گلستان مجلس مسابقه زیبایی بین زنان دربار بوده و اشرف جایزه اول رو برده. مرحوم حاج انصاری وقتی اینو شنید بالای منبر، در حالی که هزاران نفر پای منبرش بودن چون تمام حیات و خیابان‌های اطراف پر می‌شد، ایشون قریب یک ساعت و نیم به انتقاد از این مطلب پرداخت. از جمله گفت یک مشت فاحشه از جان این مملکت چه می‌خواهند. بعد از این منبر ایشونو دستگیر کردن و بردن شهربانی. فوری خبر دادن به آیت الله بهبهانی، آمیست محمد بهبهانی، که آقای انصاری رو دستگیر کردن و بردند. آقای بهبهانی فوری زنگ زده بود به رئیس شهربانی کل کشور که آقای انصاری نماینده ویژه آیت الله بروجردی است، نماینده خاص آیت الله بروجردی است. تا خبر به قم نرسیده فوری ایشونو با عذرخواهی آزاد کنید و همینطورم شد. مرحوم آقای انصاری هر کجا میرفت به عنوان زبان آقای بروجردی مشغول نهی از منکر، در رفسنجان ایشون با بهایی ها در افتاد، در یزد ایشون با صوفی ها در افتاد، در کرمان با شیخی ها در افتاد، در انزلی و رشت ایشون با توده ای ها در افتاد، در آبادان ایشون باز با توده ای ها در افتاد و همه جا به عنوان نماینده آیت الله بروجردی حرفش گیرا و زبانش بران و قاطع بود. شنیدم مرحوم آیت الله بروجردی خود فرموده بود امروز زبان انصاری و قلم سید شرف الدین هر دو خدمتگزار واقعی اسلام هستند. یه مطلب دیگم که بگم، ما دو تا عمو داشتیم، اینها توامان بودند و در نجف اینها تحصیل میکردن. یکی از عموهای ما تکه کلامش این بود که تمام شهرهای ایران دهاتهای قم هستن و شهرهای اطراف کشور ایران دهاتهای قم حساب میشه. ایشون یک وقتی از نجف آمده بوده قم، خدمت آیت الله بروجردی رسیده بوده و اونجا گفته بودن که آقا ایشون یک کلامی دارن، میگن که همه شهرهای ایران دهاتهای قم حساب میشن. طبق این حساب شما هم جز دهاتی های قم حساب میشید. حاج عموی ما گفته بوده که نه آقا، از وقتی شما از بروجرد برآمدید بروجرد هم شهری شده کنار قم. آره اینو شهری شده کنار قم. به هر حال مرحوم آیت الله بروجردی شخصیت
بزرگی بود همانند شیخ طوسی که پس از چند قرن یک بار خداوند او رو ارزانی به جامعه شیعه می کند. همان گونه که در قرن چهارم جناب شیخ مفید برآمد و در قرن پنجم جناب سید مرتضی و شیخ طوسی برآمد و اینها جامعه تشیع و مکتب علمی شیعه را قوام بخشیدند، همینطور در قرن چهاردهم میبینیم مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائلی و مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به جامعه شیعه و مکتب علمی شیعه غنا بخشیدند و قوام بخشیدند و کاری کردند که آوازه آنها تا کنون در جامعه تشیع تنین افکن است. یاد و خاطره مرحوم آیت الله العظمای بروجردی گرامی باد که این همه آثار و خدمات و این همه تألیفات و این همه مؤسسات که هنوز هم به کار خود ادامه میدهد و امید آن که تا قیام تا ظهور امام زمان علیه السلام از این آثار و برکات ایشان بهره مند باشیم به امید خدا.